سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من امیرحسین دانشمند هستم و تو این ویدیو قرار با هم درباره دانشگاه فرنگیان و نحوه قبول شدن توش صحبت کنیم. از قدیم گفتم که شنیدن که بود مانند دیدن. ما هم نمیخوایم به شنیده هامون و خونده هامون درباره دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر اکتفا کنیم. امروز میخوام بریم یه نفر رو ببینیم که خودش با چشای خودش فضای دانشگاه رو دیده و تجربه کرده و دیگه به همه ابهامات پایان بدیم و یه بار برای همیشه بحث دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رو تمومش کنیم. این روزها به خاطر شرایط اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره و از طرفی امکاناتی که دانشگاه فرهنگیان در اختیار دانشجویان خودش قرار میده، رغبت به این رشته زیاد شده و خیلیاتون سوال میپرسیدید درباره قبولی و نحوه قبولی توی این دانشگاه. ما اومدیم دنبال مهندس میرزایی عزیز، همون دوستی که گفتم با چش خودش دیده، که با هم دیگه صحبت داشته باشیم. سلام علیکم، حال شما آقا سینای گل؟ آره دوربین مخفی میخواییم زفت کنی؟ من دوربین مخفی قضی نمیکنم. اسپری بزنی؟ ما تو این ویدیو درباره شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان و نکات مهمی که باید در انتخاب رشته بهش توجه کنیم صحبت میکنیم. از طرفی درباره نکات منفی این رشته هم با هم دیگه صحبت میکنیم که از حال حلیم توی دیگ نیفتیم. از اون خوبی هاش بگو فعلا برای ما، از اون نکات مثبتی که وسوسه میکنه ما رو که انتخاب رشته کنیم که بریم دانشگاه فرهنگیان. خب من از مزایاش میگم امیر، حالا رقم حقوق رو فعلا نمیگم، آخرش میخوام بگم که همین اول این رقمه نیاد تو ذهنشون وسوسه بشن، خوب بسنجن و آخر سر تصمیم بگیرن راجع به اینکه بیان تو رشته فرهنگیان. اولیش خب همین حقوقه بود. ما به محض اینکه وارد دانشگاه میشیم، حالا ماه اول رو اگر بخوام رد بکنیم یا حالا اگه کارهای اداری رو انجام نداده باشیم، نهایتا تا دو ماه حقوق ما وصل میشه. از دو ماه بعد اینکه ما رفتیم دانشگاه شروع میکنیم به گرفتن حقوق. خب پس اگه بخوایم این نتیجه گیری بکنیم، اینطور میشه که به ازای سنوات رسمی شما که از شما خواسته شده توی 8 ترم دروست رو تموم کنی و بخونی، به ازای اون 8 ترم که میشه 4 سال به شما حقوق میدن. اگر دانشجوی این 8 ترمش بشه 9 ترم یا 10 ترم، یه سال اضافه تر، حالا به هر دلیل افتادن باشه، مشروط شدن باشه، اصلا واحد کم برداره خودش از ام ادامه پیدا کنه، به ازای اون ترم‌های اضافه تر و سال اضافه تری که هست دیگه حقوق دریافت نمی‌کنه. اولین نکته‌ای که در انتخاب رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر باید بهش توجه بکنید اینه که این یک رشته‌ای دارای شرایط خاصه و نباید با رشته‌های نیمه متمرکز اشتباهش بگیرید. اگر نمی‌دونید رشته‌های نیمه متمرکز چیه، حتما صفحه ما رو دنبال بکنید. قراره که به زودی ویدیوهای مربوط به اون هم براتون آپلود کنیم. یه بحث دیگه‌اش بیمه است، بیمه و سابقه کار. من فکر نمی‌کردم مثلا اصلا اول که میرم درست من سابقه کار رد میشه. بعد دیدم که این 4 سالی که دارم تحصیل می‌کنم جز سابقه کار من هست و یعنی من در واقع 26 سال خدمت می‌کنم. با این اوصاف شما دوران دانشجویی هم حقوق می‌گرفتید، درسته، هم بیمه رد می‌شده، درسته، چیزی که خیلی مهمه، بله، و هم سابقه کارت به حساب می‌اومد. یعنی با چه انگیزه‌ای واقعا شما درس می‌خونید؟ یکی از اون شرایط مهمی که در قبولی دانشگاه فرهنگیان باید بهش توجه بکنید اینه که شما هنگامی که دارید در دانشگاه ثبت نام می‌کنید، نباید بیش از 22 سال سن داشته باشید. یه ویژگی خیلی خوب واسه پسرها هست، خب که اینو بگم دیگه میشه نور علی. میدونم چی رو بگی. من خودم بذار قرار زیگی بذار، من وقتی خودم اینو شنیدم، این یه ویژگی رو شنیدم، به خودم گفتم واقعا چرا تو دانشگاه فرهنگیان انتخاب رشته نکردی و چرا نرفتی؟ این ویژگی واقعا مثبته، که البته نمیخوام اینقدر بزرگش کنم که بگیم همه بریم ویژگی فرهنگیان، ولی واقعا به درد خیلی‌ها می‌خوره. کسی که حداقل تا حدودی مسیرشون مشخصه میخوان چه کار کنن، این ویژگی خیلی مثبته که سینا میخواد توضیح بده بهتون. خب این بخش شیرین، بخش شیرین سربازی هستش که شما وقتی وارد دانشگاه فرهنگیان میشید دیگه شما علنا سربازی ندارید و معاف هستید. نکته دوم، شرط معدلی که در قبولی این رشته ها وجود داره. شما در هر رشته که تحصیل می کنید باید معدل کلتون در سپایی 10، 11، 12 14 یا بالاتر باشه. اما یادتون باشه که این معدل کل با معدلی که در امتحانات نهایی کسب کردید متفاوته و معدلی که از هر سپاییتون گرفته میشه. ولی خب یه سری نکات منفی هم داره، یه سری به هر حال اتفاقات بدی هم هر چیزی داره. میخواید اونا رو از سینا میخوام که براتون توضیح بده تا کامل، اگر قراره شما انتخاب بکنید این مسیر رو برای زندگیتون، حداقل تا حدودی که از دست ما برنامه اطلاعات
کامل داده باشی، نکات منفی هم دیده باشی درباره حواشی که تو دانشگاه وجود داره، درباره حاشیه هایی که درباره دانشگاه فرهنگیان میگن تا چقدر صحت داره، چقدر درسته، میشه درباره این توضیح بدی به بچه‌ها. و اما شرط سوم، شما باید حداقل تراز 6500 رو در کنکور سراسری کسب کنید. اما نگران نباشید، تراز 6500 در کنکور سراسری با 6500 آزمون های آزمایشی کمی متفاوته. خب یکی از چیزایی که بچه‌ها خیلی باید بهش توجه کنن اینه که ما یه بحثی داریم به اسم بحث تعهد کاری. یعنی مثلا شما اگر 4 سال درس میخونید 8 سال باید تعهد بدید که من تعهد میدم 8 سال جایی که شما میگید برم و خدمت کنم. البته اون جای قبلا مثلا مشخص شده ها، ولی مثلا اگه میگن تو باید بری فلان درستان فلان دبیرستان درس بدی، تو باید بری اونجا درس بدی. به ازای تحصیل رایگانی که تو اون دانشگاه داشتی، آره. حالا اینا حقوقی هم که بهت دادن و سابقه کاری هم که دارن وسط رد میکنن، شما موظف هستی که دو برابر اون زمان رو براشون کار بکنی. اما یه موضوع خیلی مهم، شما به عنوان دانش آموزی که در یک استان خاص تحصیل کردید، فقط میتونید رشته های مربوطه به همون استان رو انتخاب کنید. برای مثال فرض کنید استان شما در سال آینده به 5 دبیر شیمی نیاز داره و استان همسایه شما به 10 دبیر شیمی. شما نمیتونید برای اون 10 دبیر شیمی که استان همسایه‌تون میخواد انتخاب رشته داشته باشید. اگر هم کدش رو یادداشت کنید، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. بحث دیگه ای که هستش بحث ادامه تحصیل هست. من میخواستم ادامه تحصیل بدم توی رشته دیگه ای. وسطاش تصمیم گرفتم که برم و یه رشته دیگه ای رو مثلا ادامه تحصیل بدم که اونجا بود متوجه شدم که من نمیتونم رشته ای به غیر از رشته خودم رو بیام و ادامه بدم. یا اگر بخوام ادامه بدم نمیتونم توی دانشگاه دولتی بخونم، مثلا با برم دانشگاه آزادی، دانشگاه غیر انتفاعی بخونم. و دیگه اون مدرکم مورد قبول آموزش پرورش نیست. حالا یه چیزی هم اضافه بکنم به اون تعهد کاریه، اونایی که حالا مثلا قصد دارن که حالا مهاجرت بکنن یا برن از ایران، بحث تعهده که پیش میاد، خب مجبورن تا پایان خدمتشون بمونن اینجا. خب خلاصه اون تعهدشون تموم بشه و اگه قصد دارن برن بعدش برن، اینم باید بچه‌ها قبل از اینکه انتخابش بکنن مد نظر قرار بدن. سه اونایی خوبی که دو دلن مهاجرت کنیم نکنیم، حالا فعلا بریم، اگه قرار بر موندن شد که هیچ، اگر نه، برای اونها این موضوع مهمه که بدونن تا اون میزان تعهد کاریتون نمیتونید مهاجرت کنید مگر اینکه فکر کنم یک هزینه ای رو پرداخت کنن. فرض کنید که دو دفترچه انتخاب رشته امسال منطقه بومی شما اعلام کرده باشه که 10 ظرفیت داره برای دبیری شیمی و در منطقه بومی شما 100 نفر باشن که از لحاظ شروط لازمه امتیاز کافی رو داشته باشن برای اینکه بتونن انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان انجام بدن. و از اون 100 نفر هم هر 100 نفر انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان رو انجام بدن. در مرحله اول از این 100 نفر 20 نفر، یعنی دو برابر ظرفیت اعلام شده که انتخاب رشته بهتری داشتن، اولویت‌بندی درستی داشتن، دعوت میشن برای مصاحبه. از بین این 20 نفر در نهایت افرادی که تونسته باشن در مجموع نمره کافی رو کسب بکنن اعلام میشن و معرفی میشن برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگی. بنابراین یه نکته خیلی مهم وجود داره اینجا، کسب حداقل تراز 6500 و باقی شروطی که ما توی این ویدیو بهش اشاره کردیم شرط لازمه، اما شرط کافی نیست. یعنی ممکنه کسی شرط اولیه رو داشته باشه اما در مصاحبه قبول نشه. دانشگاه ما یه تفاوتی با بقیه دانشگاه داره و بهتر از بقیه دانشگاه فرهنگیان هست از لحاظ حالا یک سری چیزا که میخوام بگم. اولش اینه که تنها دانشگاهی هستش که داره دبیری میگیره و علاوه بر اون مهندسی میگیره. یعنی شما مثلا مهندسی مکانیک میخوای بخونی، در کنارش میتونی دبیر بشی. مهندسی کامپیوتر میتونی بخونی، در کنارش دبیر بشی. دبیر چی میشن این بچه‌ها که مکانیک کامپیوتر میخونن؟ این بچه‌ها میرن دبیر هنرستان میشن، حالا رشته های مخصوص به خودشون، کامپیوتر، نمیدونم صنایع مبلمان، نمیدونم هست رشته ها زیاده، ولی مثلا رشته های تاپ دانشگاهی هم هست مثل مکانیک، کامپیوتر، برق، معماری، گرافیک، همه اینا رو به صورت دبیری هم میگیرن. ما دبیر گرافیک هم داریم. یکی دیگه از تفاوتاش تو نحوه پرداخت حقوقه. یعنی توی دانشگاه های فرهنگیان معمولا، حالا خیلی سرش بحث بوده و اینجور چیزا کاری ندارم، میان و یه بخشی از حقوق دانشجو رو برمیدارن، حالا پول خوابگاه هست، پول نمیدونم غذا هست، میان اون بخش رو برمیدارن و از حقوق دانشجو معلم ها کم میکنن. ولی توی دانشگاه شهید رجایی این کار نمیکنن، حقوق دانشجو کامل بهش میدن و دانشجو خودش مختاره که مثلا پول خوابگاه رو
حال پول خوابا رو که باید بده، ولی مثلا پول غذا رو مختاره که آقا من این غذا امروز دوست ندارم، نمیخوام، خب پولشو نمیدم. بعد از اینکه مهلت انتخاب رشته تموم شد و شما رشته مورد علاقه خودتون رو ثبت کردید در سیستم و استان محل سکونت شما دو برابر ظرفیتی که به دبیر نیاز داره دعوت میکنه از دانش آموزانی که شرایط لازم رو دارن برای مصاحبه. افرادی که در اون مصاحبه بتونن نمره لازمه رو کسب کنن پذیرش میکنه برای ثبت نام در دانشگاه. یه موضوع دیگه که خیلی فکر بچه‌ها رو مشغول کرده بحث مصاحبه است. شایعاتی وجود داره که آقا شما ممکن بهترین رتبه رو آورده باشی ولی اگر پارتی نداشته باشی امکان قبولیت میاد پایین. یا مثلا یه نفر که رتبهش خیلی از تو بهتره رو به خاطر اینکه مثلا شما اعتقادات ضعیفی داری، شاید مثلا بلد نیستی، مثلا جزء قرآن حفظ نیستی، حالا هر چیزی ممکنه شما رو رد بکنن و فرد دیگه ای رو بپذیرن. تا چقدر این شایعات درسته؟ چقدر این گزینش اولیه، این مصاحبه اولیه رو درش سختگیری میکنن و در واقع میشه گفت درجه علمی شما رو لحاظ نمیکنن، رتبه شما رو لحاظ نمیکنن، درباره این میشه توضیح بدی؟ اگه بخوام در مورد این بیت بگم امیر، یه بحث خیلی بزرگی هست که بچه‌ها میترسن از مصاحبه. توی مصاحبه که میرید ما دو تا بحث داریم، یکی بحث رتبه شماه، یکی بحث این که شما چجوری مصاحبه رو بگذرونید. بحث رتبه خیلی تاثیر داره، یعنی شما بگید اگر رتبه تاثیر نداره و من اگر احیانا رتبم خوب شده مصاحبه رو حتی اگر خرابم بکنم، مثلا یه خورده لنگ بزنم منو قبول نکنن، اینجوری نیست. خب اون رتبه براشون مهمه، اما در کنارش مصاحبه هم براشون مهمه. توی مصاحبه میان یک چیزایی در مورد حالا اعتقادات میپرسن، در مورد نمازها مثلا میپرسن و یک سری سوالهای سیاسی اجتماعی میپرسن. مثلا آقا شما تلویزیون میبینی؟ اگه تلویزیون میبینی مثلا اخبار فلان چیز رو دنبال میکنی؟ میخوان درک سیاسی اجتماعی تو رو یا میزان پیگیری سیاسی اجتماعی تو رو بررسی بکنن. حتما شنیدید که میگن یک نفر با رتبه فرزن 1000 قبول نشد اما کسی با رتبه 1002 تونست قبول بشه و این دلیلش همین اتفاقی بود که تو مصاحبه ممکنه بیفته. سینام یه چیزی ما از اول به بچه‌ها قول دادیم در مورد درآمد صحبت بکنی. درآمد بچه فرهنگیان چقدره؟ دانشجو معلم بهشون میگن دیگه، بچه که قبول شدن. درآمد دانشجو معلم ها چقدره؟ چقدر در میارن؟ و آیا این دانشگاه متفاوت، متفاوت شهرهای متفاوت، متفاوت رشته های متفاوت، متفاوته؟ و اگر اینطور میانگین حدوداً چقدر میگیرن؟ خب الان بگم خوب هم لو نمیره؟ شما که آره، تو میخوای برای یه سال پیش رو در مورد حقوق بگم، شاید یه بخشی بوده که بچه‌ها خیلی دوست داشتن بدونن. من اون موقعی که وارد دانشگاه شدم حقوق ما بود 400 تومن. 400 خورده ای. مایه 400 تومن. مایه 400 هزار. از اون زمان تا الان خب هر ساله میدونم که یه بخشی حقوق کارمندا که زیاد میشه، حقوق دانش معلم هم زیاد میشه. درسته. و الان که تو سال 1399 هستیم، حقوق دانشجو معلمان توی حکمشون میخوره 2,800,000 تومان. یعنی شما صرفا درس میخونی و ماهیانه 2,800 واسهتون واریز میشه. نه اون حقوقی که از اول باهاش صحبت میکردیم میگفتیم صرفا درس بخونید بهتون میدن، عدد کمی نیست. مثلا بعضیشون میگه چقدر میخوام بدن، مگه به دانشجوش دارن 2,800,000 ماهی الان حقوق میدن که میدونن بچه ها عدده بزرگی نیست، حدود الان دیگه میشه 100 دلار. ولی همین عدد عددی که خیلی از کارخونه ها و شرکت ها به کارگران خودشون هم نمیده. مثلا یه موضوع دیگه که بعضی از بچه‌ها ازش نگرانن، بحث اون قوانینی که در دانشگاه فرنگیان وجود داره، نظر پوشش، از نظر آیت بعضی از مسائل، حالا چه اعتقادی، چه دینی، چه سیاسی و اینها. درباره این موضوع تا چقدر این ماجرا جدی و اهمیت داره، تا چقدر سختگیری میشه، چقدر بچه‌ها باید اینو لحاظ کنن توی انتخاب رشته از نظر تو؟ ببینی اینا هست، خب اگه من بگم نیست دروغ گفتم، ولی اونقدی که میان و روش زوم میکنن نیست. یعنی حالا مثلا تو اگه یه پوشش بدی داشته باشی به دانشگاه برمیگیر، ولی من دیدم دانشجوهایی که با تیشرت میان دانشگاه، شلوار لی میان دانشگاه و میرم بهشون نمیدن. و اما یه نکته خیلی خیلی مهم، بعضیتون از بعضی از پیج های اینستاگرام و کانال های سایت ها برای من اسکرین شات هایی میفرستیدید از آخرین رتبه های قبلی دانشگاه فرهنگیان و میگفتید که آیا اینها حقیقت دارن یا نه. از نظر حقیقت
تماما حقیقت داره. اما شما فرض کنید برای منطقه 3 آخرین رتبه دانشگاه فرنگیانی که اعلام شده توی یکی از همین سایت های معتبر رتبه 43000 که سوال من اینه منطقه 3 کدام استان آخرین رتبه قبولیش 43000 بوده. شما که این ویدیو رو دیدید الان یاد گرفتید که هر استانی فقط دانشجو از استان خودش میگیره و ممکنه من در یک استانی مثل سیستان و بلوچستان منطقه 3 باشم، منطقه محروم باشم و با سهمیه منطقه محرومم به رتبه 43000 قبول بشم، ولی ممکنه یه دانش آموز دیگه در استان گیلان منطقه 3 باشه و با رتبه 10000 هم نتونه اون رشته رو قبول بشه. بنابراین به هیچ وجه به آخرین رتبه های قبولی سالهای گذشته نمیشه اطمینان کرد و در انتخاب رشته حتما باید از یک فرد مطلع و آگاه کمک بگیریم. حالا یه موضوع خیلی مهم دیگه ای که دلم میخواد برای انتهای ویدیو توضیح بدی به بچه ها اینه که با توجه به هم کلاسی هایی که داشتی، هم خوابگاهی هایی که داشتی، هم اتاقی هایی که داشتی، چه مدل آدم ممکنه ورود کنه، چه مدل شخصیتی ممکنه ورود کنه به دانشگاه فرهنگیان و نتونه ادامه بده، زده بشه یا حالا هر چیزی؟ ببین خب یه خورده جو دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه دیگه فرق داره، اینو بچه ها باید بدونن. بچه های دانشگاه فرهنگیان خب از لحاظ عقیدتی یه خورده بالاتر هستن و حالا مراسمایی که برگزار میشه، نماز جماعت هایی که برگزار میشه، اینا ممکنه که یک سری بحث های عقیدتی بینشون مثلا پیش بیاد که ما دیدیم کم و بیش، ولی خب اون کل مجموعه چارچوبش یک چارچوب دوستانه ای هستش. ولی در کل اگر خیلی روی این موضوع حساس هستید، مثلا میگم اگر یکی میاد یک حرفی میزنه که با عقیده شما نمیخونه، بلافاصله جوابشو میدید، باش دعوا میگیرید، نمیتونید تحمل بکنید آره. همچین فضای حالا مشارکتی رو، گفت و شنودی رو ممکنه آره. تو این فضا تحت حالا از نظر روانی تحت فشار باشید یا آسیب ببینید. آره، چون الان مثلا دقت بکنید تو دانشگاه ما بچه‌های اهل سنت بسیار زیادی داشتیم، خب که خب از لحاظ اعتقادی شاید با ما شیعه ها یک سری تفاوت‌های دارن، اما مثلا چند تا از دوستای صمیمی خودم اهل سنت هستن و اون ارتباط برقرار کردن شما باید حالا بتونید یه جوری هندل بکنید و هم نیاز معلم هم هست این اتفاق. آره، هر چیزی رو مثلا هر جایی نگید که شاید مثلا دوست شما رو که اهل سنت هستش مثلا ناراحت بکنید یه چیزی. خب و در پایان صحبت هم خودتو با توجه به چیزی که ازش شنیدم مطمئنم میدونم جواب چیه، ولی بخوام اگه ازت بپرسم اگر ما برگردیم به گذشته و زمان، اصلا در مورد همون که چی شد فرنگیانم انتخاب رشته گری توضیح بده به بچه ها، ولی اگر برگردیم به گذشته دوباره دانشگاه فرنگیان انتخاب میکنی، دوباره این چند سال دانشجوی خودتو طی میکنی و اول رو ورود کنی به فضای کار یه معلم یا نه؟ حقیقتش اون زمان که من کنکور حالا رتبه اومده اینا، خب من اون رشته هایی که میخواستم و میتونستم قبول شم، من علاقه مثلا رشته مهندسی مکانیک بود. از یه طرفی بابا و مامان خیلی فشار گذاشته بودن که تو برو و فرهنگی هم بزن. آقا خلاصه یه خود من بگو یه خود اونا بگو، زور اونا چربید، من اومده مشکل شهید درجه. زور اونا چربید. آره زور اونا چربید. از یه خود خدا هم حقیقتش کمک هم کرده. من حقیقتا این یه چیزیه که خیلی از بچه ها نمیدونن و خیلی خوبه که تو الان اومدی این ویدیو رو ساختی. بچه ها نمیدونن اصلا دانشگاه شهید عجایی وجود داره. من نمیدونستم دانشگاهی به اسم دانشگاه شهید عجایی وجود داره که مهندسی و دبیری میگیره. یه دوستی داشتم که اصلاحیه اومد و گفتش آقا فلان چیزی هم هست و بیا برو بزن، و که حالا مسیر زندگی ما تغییر کرد و به این سمت اومدیم. من حقیقتش اوایل زیاد علاقه ای نداشتم، اما الان اگه برگردم به اون موقع با آگاهی الانم قطعا دوباره همین فرهنگیان و دانشگاه طبیعت دبیری شهید عجایی انتخاب میکنم. شاید رشتم رو عوض بکنم، ولی قطعا انتخابم همین خواهد. امیدوارم که این ویدیو سوالاتتون رو پاسخ داده باشه. اگر سوال دیگه دارید میتونید زیر همین ویدیو کامنت بذارید تا دوستان ها بهش پاسخ بدن و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.